من والنتینا سنیس عکاس ایتالیایی هستم. من عضو برنامه مشاوره‌ای آژانس عکاسی هفت هستم. بیشتر در چین و خاورمیانه عکاسی می‌کنم. خونه یک دوست در شهر سلیمانیه کردستان عراق بودم که اخبار تلویزیون در مورد دختری حرف می‌زد که در ایام کریسمس خودسوزی کرده و 90% بدنش سوخته بود. این خبر شوکه‌ام کرد، ولی بعد فهمیدم که این پدیده معمولیه. خواستم بیشتر در مورد این پدیده بدونم. به بیمارستان تخصصی سوختگی شهر سلیمانیه سر زدم. با یک دختر نوجوان روبرو شدم که خودسوزی کرده بود و نزدیک 80% سوختگی داشت. همه صورتش سوخته بود و متاسفانه بعداً درگذشت. درک این برام سخت بود که چرا این زنها برای خودکشی خودشون رو آتش میزنن. همه زنهایی که ملاقات کردم میگفتن همین که پوستشون آتش رو احساس کرد پشیمون شدن، چون دردش تحمل ناپذیره. ظاهرن این روشیه برای مجازات خانوادهشون. میخوای دیده بشی، میخوای اعتراضتو نشون بدی، میخوای به همه بگی که درد و رنجت اونقدر زیاد بوده که میبایست کاری میکردی که از این رنجها رها بشی. آتش در این داستان عنصر مهمیه. آتش در فرهنگ مردم کرد به معنای روشنایی و پاک بودنه. این زنها از جامعه مرد سالار به مرگ پناه میبرند. اولین بار درون رو در بیمارستان سوختگی سلیمانیه دیدم. در اون قهرمانهای زن داستانهای جین آستین رو برام تداعی میکرد. اون تنها زیبا نیست، بلکه باهوش و سرکشه و شخصیت قویی داره. میخواد مستقل باشه و نمیخواد تنها یک همسر باشه. احساس میکرد که آزادیش ازش دزدیده شده. میخواست معلم باشه، ولی در عوض در یک ازدواج ناخواسته گیر افتاده بود. زور پشتی من بود. هر چند دیدم که اگره کنده کجای اون. برای درون و زنهای دیگر که خودسوزی کردند، کنار آمدن با زخمهاشون خیلی سخته. زخمهای درونی و زخم ناشی از سوختگی روی بدنشون. براشون سخته که به آینه نگاه کنن. پوست دستهای درون کاملا سوخته بود و همیشه اونها رو میپوشند، چون نمیخواست اونها رو ببینه. من خودم در گذشته شرایطی داشتم که به پایان دادن به زندگیم فکر می کردم، ولی این پروژه در مورد من نیست. این داستان این زن هاست، همشون، برزی، درون، سیوان. میدونم که این پدیده در ایران و افغانستان هم وجود داره. زنها برای گریز از خشونت خانگی به خودسوزی پناه میبرند. امیدوارم این عکس‌ها به این زنها کمی امید ببخشه و از کاری که کردن و از زخم‌های روی بدنشون خجالت زده نباشند. وقتی در کردستان عراق بودم، همه جا عروسک‌های با لباس عروس می‌دیدم. توی هر خونه یکی از این عروسک‌های شاهزاده مانند پیدا می‌شد. بیشتر این زنها در دوران کودکی و نوجوانی آرزوی پوشیدن لباس عروس داشتن، ولی در نهایت ازدواج به کابوس زندگیشون بدل میشه. دردی که اونها تجربه کردن برام قابل تصور نیست. زنهای کرد معمولا به شجاعتشون شهرت دارن. هر کسی داستان زنهای کرد رو شنیده که در مقابل داعش جنگیدن. این زنها با وجود همه درد و تقلاهاشون هنوز امیدشون رو از دست ندادن. این عکس‌ها فقط به عکس‌های خوش ساخت یا خوش رنگ ختم نمیشن، بلکه درباره درد و رنج این زنهاست. زنهایی با داستانهای خودشان و مبارزشون با درد و رنج. همین که برگردم به عراق میرم درون رو ببینم. قراره با هم لباس کردی بپوشیم و با هم بریم کوه و برقصیم. فکر میکنم که این داستان میلیون ها زن در تمام جهانه، در جوامع مختلف و به گونه های متفاوت با یک درد مشترک.